اونایی که ماشین ظرفشویی دارن یا میتونن در پسح هدین با این اعتماد بکنن یا سوره، چون میدونیم که ظرفایی که میردن میذارن توی این ماشین ظرفشویی خیلی وقت هست که ریزه های خورده های نون هستن، همه تستن و داخل این ماشین میشن. آیا امکان داره که ما برای پسح کاشر بکنیم یا اینکه امکان نداره؟ اینجا که نمیشه هگارا کرد، اینجا نمیشه که کار دیگر، این آیا چطور میشه ما اینا کاشر بکنیم؟ این اونایی که ماشین ظرفشویی دارن اینا باید بدونیم اینا یا میتونن در پسح با این اعتماد بکنن یا نه، چون میدونیم که خیلی اوقات هست که ظرفایی که میدونن توی ماشین ظرفشویی دارن همه چسبیده، ماکارونی چسبیده، زرشته هست، اینا همش داخل این ماشین میشه و آب داغ هم هست، این مثل اینکه همه داغ میچسبه به این ماشین. آیا امکان کاشر کردنی برای پسح هست یا نیست؟ این باید دانیم که اولا ما یک اصلی داریم که حمص اگر قابل خوردن نباشه این حمص نیست، یعنی ضرورت خوردنش اسوره البته، ولی کارت نیست. کارت چه موقع کارته؟ وقتی که قابل خوردن باشه، ولی اگر این حمص گندیده، کفک زده، قابل خوردن نیست، یا این روی این چیز مایه ریختن که اینا بدمزه کرده، این از قانون تورا کارت نیست. فقط حقبی اصول کردن که اگر نبخوره اصوره البته. و در ذهن اونم بدونیم که استعمال داروجات در پسح چطوره. داروجات کسی که مریضه میخواد داروی بخوره آیا مجازه براش یا نه؟ اگر این هیچ تردیدی نیست که در این حمص نیست البته مجازه، ولی اگر در این حمص هست این بستگی داره که این مریض چه مرضی داره. خطرناکه البته میتونه حتی حمص کاملا حمص 100% هم بخوره. خطرناک نیست بعد حمص نمیتونه بخوره، ولی اگر حمص باشه که مزش تلخ باشه بدمزه باشه میتونه. بله آدم سالمه نمیتونه که همه تی که بد مدد بخوره بدن زن اصوره. درست کارت نیست ولی حقا این اصور کردن، چون وقتی که ما بخوره یعنی برای این همه خوشمزه است، یعنی اینطور برمود میشه برای اصوره. ولی مریض حتی اگر مریض خطرناک نباشه میتونه گرتی بخوره، داری بخوره که در این حمد باشه، به شرط این که ترخ باشه، مدمزه باشه. اگر خوشمزه باشه اصوره، ولی اگر تلخ باشه، بدمزه باشه، مجازه. این قانون ها در تمام تمام خوراک حرام در تورا، گوشت ناکاشر یا مثلا کسانی که بعدی داروی بخورن که این بعدی شربتی بخورن که این شربت از چی درست شده؟ خون، خونه نبلات، ترفوت، خونه نبلات همه. این شربت برای چیه؟ برای اینکه این دکتر میگه که این کمبود خون داره و بعد بخوره. آره اگر این خطرناک باشه البته مجازه، اگه خطرناک نباشه نمیتونه این شربت رو بخوره، این دارو بخوره، بلکه بعد روی این اگر بعد روی این نمک بریده، یاد بریده یا بیاد برگ درخت بگیره تو آب جوش بجوشانه، آبش تلخ در بیاد، بریده با این مخلوط بکنه، مزه تلخ شد دیگه، برکتی که حتی برکتی که مریض خطرناک نباشه مجازه، اشکال نداره. البته بعدی در پیدا کرد اون قرص ها و اون دوایی که اصلا حمص نداره البته هست، ولی اگر نیست میتونه بخوره، بعدی که داره چه مریضی باشه مجازه. یه را دیگه هم هست برای احتمال حمد یا خوراکای حرام در غیر سایر سال
برای کسی که مریض خطرناک نیست چه کار کنه؟ این دارو بریزه توی کپسول، کپسول هست که میفروشن، کپسول خالی بریزه تو این، بریزه ببله مجازه. حتی اگر این دارو، این شربت 100% خوشمزه باشه، خوشمزه خوشمزه هر کس میره بخونه، ولی چون توی کپسول قرار داره و حلق انسان با هیچ خوراکی تماس نداره، دهن انسان تماس نداره، این توی کپسول قراره مجازه. پس این رای دیگه هم هست. حالا این برابر این هر خوراکی که حرام باشه این قانون داره، ولی بعد بریم دو خوراکی هستن که حتی اگر بدمزن باشن برای کسی که مریض خطرناک نیست اصوره. چی؟ اگر گوشت را با لبنیات پختن این خوردنش اصوره، برای هر کس اصوره، حتی برای مریض خطرناک نباشه، اگر حتی تلخ هم باشه اصوره. مریض خطرناک باشه مجازه، خطرناک نباشه حتی اگر تلخش هم بکنیم اینم اصوره، استفاده اصوره، نتن خوردن. در تا نگفته لطو خل نخور بسر به حلم، گفته لویا لطو بشیل کدی به حلم ما. در دوره موضوع لحن لفظ اخیلا خوردن را مثل سایر خوراکای اصول بکار نبرده، احتمال کرده، گفته لطف بشر کردی، یعنی اینجا سه بار گفته شده در دوره. این یکی از یاد میگیریم پختن به لبنیات با بوش این نهی توره است، خوردنش نهی توره است، استفاده این نهی توره. استفاده یعنی چی؟ یعنی حتی اگر تلخ باشه، بدمزه باشه، اگر اینو بخوره اصوره، چون از این استفاده میکنه. بگوی بخواد بفروشه اصوره، بخواد خدمتکار بگیر نبگیر بره به خونه بخور اصوره. این لبنیات با گوشت پخته باشه بعد بسوزنن، یا اینم ممکن اصور باشه چون ممکنه از آتش استفاده کنه، بعد بدن توی یه گودالی، گودال دستشویی، یا جایی که اصلا هیچ کس نمیتونه استفاده کنه، یا اینا توی خاک قبرش کنن و دیگه کسی از این استفاده نکنه. حالا اینجا طبق این ما یک رای مجاد بودن برای این ظرفشویی بده کردیم. چی؟ وقتی که این حامض داخل این ظرفشویی میشه چیه؟ آب میرده، آب داخل، ولی آیا فقط آبه؟ نه، ماده ظرفشویی، مایه ظرفشویی تلخه، بدمزه است. این برای فضل وقتی که این داخل شد با این ماده مایه همراه میشه، مخلوط میشه و این تلخ میشه. چون تلخ میشه دیگه حامض نیست، این حامضی که در تورا گفته حامض نیست، فقط حقمی این آسور کرده، برای این سبکتر میشه، آسونتر میشه. خب حالا میخواییم کشر بکنیم، چکار باید بکنیم؟ ما این سب میکنیم 400 از موقعی که این پختن شستن در حامض بگذاره. بعد 4 ساعت ما این رخشویی را آب می‌ریزیم، مایه ظرفشویی می‌ریزیم و این را به کار می‌اندازیم. این شروع می‌کنه به کار کردن. آب میره، آب داغ هم هست، می‌ریزه به همه نقاط در ماشین ظرفشویی، همه را کاملا تمیز می‌کنه و می‌شوره با. بعد این دیگه برای پسح کاشره، برای پسح کاشره که می‌تونیم با این استفاده کنیم. Ну я не знаю,